به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان سلام عرض میکنم خدمت همه دانش آموزان عزیز. درس امروز ما درباره وزن شعر فارسی است. قبلا دربارش صحبت های کردیم. امروز من روی درس رو میخونم، توضیحات رو خواهم داد و از کتاب علوم و فنونی که در واقع تهیه کردید تستایی رو ارائه خواهم کرد، اونا رو حتما کار بکنید. خب، وزن شعر نظمی است بر مبنای کمیت هجاها، یعنی بر پای چینش هماهنگ هجاهای کوتاه و بلند. علمی که قواعد وزن شعر و طبقه بندی وزنها را از جنبه نظری و عملی تعیین می کند عروض نامیده می شود. پس اگر سوال امتحانی بود عروض چیست؟ عروض علمی که قواعد وزن شعر و طبقه بندی وزنها را از جنبه نظری و عملی تعیین می کند عروض نامیده می شود. بچه ها، واحد وزن در شعر فارسی مصراع است، ولی در زبان عربی بیته. واحد وزن، وزن هر مصراعی شعر در این زبان ها نمودار وزن مصراعی دیگر است. میگه یعنی وقتی شما یک غزلی رو شروع میکنید انجام بدید و بخونید، وزن مصرع اولش با همه ابیات یکیه. یعنی اولین مصرع یه غزل هشت بیتی با تمام مصرعها هم وزنه، نمیتونه مختلف باشه، واحد وزنش. ببینید، وزن هر مصرع شعر در این زبانها نمودار وزن مصرعهای دیگر است. یعنی هر مصرع اول هر شعر هر وزنی داشته باشه، مصرعهای دیگر هم همون وزنو داره و این در شعر کلاسیک جزء لاینفک موضوعه. وقتی شاعر مصرع اول را سرود، بقیه مصرعها را نیز باید در همان وزن بسراید، نمیتونه تغییر بده. درست خواندن شعر و استفاده از خط عروضی. برای پیدا کردن وزنش آن را نخست باید به درستی بخوانی. در خواندن نباید شکل نوشتار کلمات ما را دچار اشتباه کند. من گفتم در خط عروضی اونی که گوشم میشنوه را باید عروضیشو بنویسیم. برای نمونه کافی است شکل نوشتاری بیت را با صدایی که از خواندن آن، ببینید، با صدا، شکل نوشتاری با صدایی که از خواندن آن میشنوی مقایسه بکنیم. ما در خط عروضی نوشتار بیت رو در نظر نمیگیریم. اونی که گوشم میشنوه و میخونم، ارتباط بین گفتار و شنیدار، اون ملاک عمل منه. حتی بهت مثلا وقتی که میگفتیم که در واقع نوشتاش اینجوریه، ولی وقتی که من میخونم اینو میشنوم. یعنی خط عروضی این کلمه اینه. یا وقتی مثلا من اینو مینویسم، تو، شکل نوشتارش اینه، ولی وقتی میخوام خط عروضی رو بنویسم، خط عروضی تو اینه. چرا؟ چون گوشم اینو میشنوه. پس اصطلاح خط عروضی که صفحه بعد میخونیم اینه که ما شعر رو بر اساس اون شنیداری خودمون تقدیم میکنیم، نه بر اساس شکل نوشتاری. ببینید، مثال نوشته که طاعتان نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشا که اخلاص به پیشانی نیست. حالا بذار ببینید خط عروضیشو چجوری نوشته. میگه وقتی بیت صفحه قبل رو بخونیم، حذف همزه رو ببینید بچه ها، طاعتان به صورت طاعتان و پیشار به صورت پیشار تلفظ می شود. در تعیین وزن می کوشیم شعر را همان گونه که می خوانیم یا می شنویم. ببینید، خواهشم اینه که اینو علامت مهم بزنید. در تعیین وزن شعر می کوشیم شعر را همان گونه که می خوانیم و می شنویم بنویسیم، نه اونو که نوشتار به ما میگه. این تاکتیک به چی
تعبیر میشه خط عروضی. ببینید خط عروضی در نوشتن شعر به خط عروضی راحت چند نکته لازم است. حالا بذار ببینیم که در نوشتن خط عروضی چه نکته هایی رو برای ما کتاب پیشنهاد میکنه. یک، خیلی مهمه اینا، خیلی خیلی مهمه. اگر در فصیح خواندن شعر همزه آغاز هجا وقتی قبل از صامتی باشد تلفظ نشود، در خط نیز همزه را باید حذف همزه، چنان که در بیتی که خوانیم طاعت ها. ببینید بچه ها، نوشته طاعت، این ساکنه، درسته؟ آن گفتیم اگر قبل از مصوت بلند یه دونه صامت ساکن، صامت بیا که ساکنه، اوکی، همزه هست، چون این آه در واقع همزه و آه دیگه، یعنی یه صامت و یه مصوت دیگه، میگه در اون صورت همزه هست میشه و این ت با این خونده میشه، یعنی این ملحق میشه به آ، میشه طاعتان. ببینید طاعتان، ببینید، یعنی اینجا در واقع همزه هست میشه، آ با ت خونده میشه. همچنین در مصرع بنی آدم اعضای یکدیگرند، خب با حذف همزه اعضا به صورت بنی آدم، آن آدم اعضای دیگه، معان آدم، ببینید آدم رو می‌نویسیم، خب این ساکنه دیگه، صامت خودشم، حالا اعضای یکدیگرن، درسته؟ این چیه؟ همزه با مصوت کوتاه دیگه، درسته؟ وقتی که قبل از مصوت صامت بیاد این همزه حذف میشه، معزای دیگه، آدم معزای دیگر، یعنی میمه ساکن با مصوت کوتاه خونده میشه. توجه فرمودی بچه ها؟ خب خوانده میشود. دو، پس این حذف هم، پس اولین نکته حذف همزه است، حذف همزه اولین نکته. دومی، گفته در خط عروضی باید حرکت مصوت کوتاه رو گذاشته بشه، ا ا او رو باید بذارید. هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری. ببینید ا رو گذاشته، ا ببینید در خط عروضی هم اینجوری باید نشون بدید. هر دم از این، حذف همزه، باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. ببینید در واقع میره میره، اینجا نذاشته کتاب، شما لطف کنید بذارید. اینجا حذف همزه داریم، هر دم مزین، هر دم مزین، 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 باز اینجا در واقع دو تا حذف همزه داریم، دقت بفرمایید. تازه تر از، تازه تر از، ببینید بازم اینجا ما حذف همزه داریم، تازه تری میرسد. دقت بفرمایید که خیلی مهمه که ما در خط عروضی حرکت های ا ا او رو اعمال میکنیم. پس بچه ها، دومین نکته در نوشتن شعر به خط عروضی گذاشتن و اعمال مصوت های کوتاه بوده. بعد در پایین گفته که روشن از کلماتی مانند تو، دو و و و ربط عطف به صورتی که تلفظ می شود باید نوشته بشه، قبلا اینو گفتم، یعنی به صورت تو به صورت اینجوری، دو به صورت اینجا، و او، چون ما در شعر و نداریم، هیچکی حق نداره در شعر و بگه، و او، من و، من و تو، من و، نمیتونی بگی من و تو، این اصلا تو شعر در نص و داریم حرف ربطه، ولی یادمون باشه آقای ما در شعر و نداریم، باید بگی او، او،
ابر و باد و مه و خورشید و فلک. نمیتونی بگی ابر و باد و خورشید و اصلا به هم میخوره. و خواهش هم اینه که اینو به عنوان تذکر در یادتون باشه. اوه معمولا واو اعتراف میشه در شعر مثل او، ببینید ذمه طلب، مثل منو، ببینید منو، ببینید این و اوه به نوخه منو او منو او، ببینید منو. نمیتونی بگی من و، مثلا خط ترازه درست نمیشه. اینم خیلی نکته خوبی بود. در شماره 3 میگه حروفی که در خط هست اما تلفظ در نمی آید، در خط ترازه هست می شود. ببینید مثلا شما وقتی می نویسید که یا چه، این اینا خونده نمی شن بچه. ببینید ببینید چه خیش، شما وقتی که اینو می بینی، وقتی می خونی اینو می خونی دیگه، در واقع از این واو خبری نیست. وقتی شما میگی چه، چه رو با ای میخونی دیگه، از این خبری نیست. ببینید هرچه بر نفس خیش نپسندی، نیز بر نفس دیگری مپسند. که کلمات چه خیش به صورت چه، ببینید چه و خیش کشیده است. این در واقع این کوتاه میشه، این کشیده میشه، نوشته میشود. حالا اومده اینو به صورت خط تعرضی نوشته. هرچه بر نفس خیش نپسندی، نیز بر نفس دیگری مپسند. ا و ا را کتاب زیبایی گذاشته. خب نکته چهارم بچه‌ها، گفته که حرف مشدد را دوبار می نویسیم در خط عروضی. یعنی در رنده، در رنده. البته باید اینو اینجوری بخونیم. ببینید در رنده، در رنده، به صورت مفعول و در رنده. این ای که می بینید آخرشو باید اینجوری، چون از اون مربوط به شماره 3 میشه دیگه، نوشته میشن ولی تلفظ نمیشن. خب برو شیر درنده، ببینید درنده، ببینید دوبارم را رو تشدید آورده، درنده. باشی، باش، باشی، 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 باشه. حذف همزه، ببینید حذف همزه. بچه اگه دقت بفرمایید واقعا اونی که میشنوه رو داره تقدیم میکنه. خواهش از شما دارم، شما همونو که شعر رو به درستی میخونی و میشنوی رو باید تقدیم بکنه. برو شیر در رنده، باشه، باشه، دقل مینداز، داز، داز کشیده است. در واقع این داز کشیده است دیگه، به این صورت. خدا ببین چجوری نوشته، این واوه نوشته میشه، ولی اینی که گوشم میشنوه رو تمنا دارم اینو نگاه بفرمایید. را چو، چو رو ببین شکل عروضیش رو. اینا در واقع خط عروضی ها، رو با ه شر. یعنی این جدوله یکی از نمونه های عالی خط عروضی است که در 4 رکن به ما داره میگه. حالا من اگه اجازه بدید نشانه های هجایی این رو براتون رسم میکنم. ب او م کوتاه، دو تاش هم کوتاه میشه. رو این ین مین میشه بلند، شی دا میشه بلند. همون بچه ها بازم تکرار میشه. ببینید ز، این که کشیده بود، این هم کوتاه میشه.
در خود بلند را رم بلند. ببینید عیناً تکرار میشه بچه‌ها، ببینید دوباره این یه رکن، رکن اول، رکن دوم، رکن سوم، چو ده کوتاه با رو بلند، شی با بلند، دوباره این رکن سوم، رکن چهارم، ه کوتاه، ده کوتاه و شلو غلو هم بلنده. اگه توجه بفرمایید من نشانه های هجایی کوتاه، دوتاشم کوتاه، دوتاشم بلند، دوتاشم بلند، دوتاشم کوتاه، دوتاشم، ببینید اینا رو به زیبایی ما به سمع و نظرتون رسوندیم. این به چهار تا رکش داره، سه تا رکشش فعولون فعولون فعولون، فعل اینجا دیگه محذوف شده و یه دونه از این نشانه های بلند، این اگه توجه بفرمایید اینجا یه دونه جدول ما بچه چیه؟ خالیه. چون خالی هست و ما چیز اینجا نمی بینیم، در واقع اینو حساب دیگه نمی کنیم و حذف میشه. یعنی رکن و برشش ستا ستا بوده، ستا 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 برش، اینجا دوتا برشه، یعنی در واقع این میشه، این میشه فعولون 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 فعل میشه. این دیگه لون افتاده و یکی از، ببینید برش سوم در رکش چهارم اینجا دیگه حذف شده، محذوف شده، یعنی در واقع احتمال داره که بعدا انشالله تا اختیارات شاعری هم داریم که انشالله اونجا به وقتش به شما چی خواهم. خب تقطی، تقطی یعنی قطعه قطعه کردن شعر به هجاها و ارکان عروضی. منظور از تقطیع هجایی مشخص کردن هجاهای شعر است. برای این کار ابتدا باید هجاهای شعر را به دقت جدا و مرز هجا را با خط عمودی کوتاهی، ببینید خط عمودی رو بچه‌ها، اینا در واقع تقطیعه. این هر پایه آوایی رو که شما در واقع بخش میکنید، هجا میکنید، بایستی بچه این خطهای عمودی رو به ترتیب بکشید تا ما بدونیم که شما تقطیعتون رو به خوبی انجام دادید. به تعداد مصوت ها هجا وجود دارد، یعنی هر مصوت بچه نماینده یه بخشه، یعنی هر موقع دستم از بالا به پای میاد، یک باچه میاد، هر پایین اومدن یه مصوت داره، شاید دو تا صامت سه تا صامت داشته باشه، ولی هر هجا نماینده فقط یه مصوت میتونه باشه. خیلی حواستون جمع. پس الان اگه دقت بفرمایید هر کدوم از اینا که یه دونه بخش یا هجا حساب میشه، توجه بفرمایید اینا هر کدومشون یه دونه مصوت دارن، یا مصوتشون مصوت بلنده یا مصوتشون مصوت کوتاهه، فرقی با حال ما نمی، مصوت مصوته. مثلا در ا میشه م، یه مصوت کوتاه داره، م یه مصوت، یه هجا. یا مثلا وقتی میگی جان که نون ساکن حذف میشه، در واقع میشه جا، نون حذف میشه. گفتیم نون ساکن، ببینید بچه ها در اینجا گفتیم نون ساکن ما قبلش اگه آ او ای باشه، نون ساکن حذف میشه به شرطی که کسره بگیره حذف نمیشه. مثلا ای جان جانه، اینجا نمیتونه حذف بشه، جانه دیگه ملحق میشه به بخش دیگه. ولی شما وقتی میگه جان بدون کسره، اون نونه ساقط میشه، در واقع جان میشه جا جا. توجه میفرمایید؟ حالا عارضم خدمتتون که ببینید ما ار ان ما رن جا، نون حذف میشه،
ده لم را که این این نون هست میشه مرغ وح نذاشته بچه شما بذارید اینا وح شی ز با می خط عروضی ها رو توجه می فرمایید چجوری نوشته یعنی هر جوش گوش شنیده نوشته که رو ببینید که بر خواست کشیده خواست کشیده است نقطه چین خواست مشکل نشیند اگه موافق باشید هجاهاش هم نشانه های هجاهاش بذاریم کتاب نوشته یا نه ببین آفری ببینید اومده ببینید نشانه های هجایی رو کتاب به زیبایی داره برای ما بچه ها نشون میده م ا دوتا واجه م ا دو واجه میشه کوتا رن یک دو سه این سه تا واجه پس بلند میشه جان نون هست میشه ج آ سه تا محسوب میشه میشه بلند ببینید این یه دونه در واقع رکن ماست یعنی این اینو ببینید بچه ها این اینجا تکرار میشه ببینید این دوباره اینجا تکرار میشه این دوباره هم اینجا تکرار میشه یعنی در واقع ما اینجا یه رکن دو رکن سه رکن چهار رکن داریم حالا د لم ستا را ستا که دوتا واج داره این نون ساکن هست میشه در واقع میشه ای بلند مر بلند غ کوتا و ستا واج داره بلند شی ستا واج دیرم بلند میبینید که در بالا توضیح داده که حرکت های مثبت های کوتا دقت کنید در شمارش مانند دیگه روش مرده میشون یعنی یه دونه واج حساب میشن مثبت های کوتاه یه واج حساب میشن مثبت های بلند دو تا واج حساب میشن حواستو جمع کنید اما هر مثبت بلند از کشش آواز دو حرف ببینید پس مثبت های کوتاه یک حرف حساب میشن ولی مثبت های بلند دو تا حرف حساب یعنی دو تا واج کاش حرف ننویسه بنویسه واج مثلا حروف واج 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 حساب میشه مثبت بلند بیش از نون ساکن حس میشه ببینید این چی میگه اینجا میشه مثبت بلند مثبت بلند پیش از نون ساکن نون ساکن کوتاه بس یعنی یه دونه واج حساب میشه خب عرضم خدمتتون که حال اگر مصرع دوم یا مثلهای دیگر شعرالی تقطیع جای کنیم خواهیم دید که نظم بچه یعنی در مثلهای اول هر اتفاق میفته در مثل دوم ببینید هجاها رو ببینید تقابل هجاهای مثل اول با مثلهای دوم همین کار رو شما هم تو امتحان باید انجام بدید خواهشن ببینید م ا ر ببینید ز این مصرع اول مصرع دوم مصرع اول مصرع دوم بلند مصرع اول مصرع دوم بلند مصرع اول مصرع دوم کوتاه مصرع اول تقابل مصرع ها رو ببینید یعنی هر اتفاقی که در مصرع اول ملاحظه میکنید در مصرع دوم هم همون اتفاق برای نشانه ها ببینید میفته این نمیتونید اگر هم بیفته اون اختیارات شاعری داره خواهشی که از همتون دارم بچه اینه که یا تو ذهنتون یادداشت کنید که هر اتفاقی در مصرع اول بیفته به چهار تا رکش داره رکن اول سه تا برش رکن دوم سه تا برش رکن سوم سه تا برش رکن چهارم هم سه تا برش یا ما دیگه رکن پنجم نداریم شاید رکن سه تا رکش داشته باشیم دو تا رکش داشته باشیم رکشنای ما
یا دو تاست یا سه تاست یا چهار تاست. ما پنج رکن نداریم. احتمال داره هر رکن ما سه تا برش بخوره، احتمال داره چهار تا برش بخوره، احتمال داره در آخر یه دونه یا دو تا باشه. خواهشم اینه که اینا رو در نظر داشته باشید. خب من رنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشینه. خیلی زیبا کتاب اینو برای ما به نمایش گذاشت. خب خود ارزیابی، من یکی از این هجاهای شماره دو رو مروت نباشد رو من براتون اینجا عملا خدمتتون نشون. خب مروت نباشد بر افتاد زور، برد مرغ دون دانه از پیشم. اولا میام چیکار میکنم؟ خط عروضشو مینویسم اینجوری. ببینید اول مینویسم به زور برد مرغ دون دانه از پیش مور. بچه چی یاد گرفتیم؟ گفتن ا ا او ها رو باید بذاریم، درسته؟ اول مو رووت نه باشد بروف تا دزور برد مرغ دون دانه از پیش مور. ایوها رو ببینید، اولین کاری که دانش آموز باید انجام بده اینه که این مثبت های کوتاه باید بذاره. بعد چی کار میکنیم بچه ها؟ میایم تختی میکنیم. مو رو و نه با اینجوری می نویسیم مو خط عمودی. هر خط عمودی نشانه یک هجاست. مو رو تشدید دوباره حساب میشه وقت نه با شد با رف حسب همزه ب رف تا د زور مو حالا ب رد مر غ دون دا نه از پی ش مور. نشانه های هجایی رو میذاریم، یک دو کوتا مو ب کوتا رو رد بلند وط مر بلند نه غ کوتا با دون نون هست میشه، نون ساکن هست میشه با دو بلند شد دا بلند با نه. ببینید دو تا مثلا با هم با نه کوتا رف از بلند تا پی بلند د ش کوتا زور مو کشیده است. ولی یاد گرفتیم که اگر پایان هر دو مثلا هجای کشیده باشه هجای کوتاه رو خط میزنیم. توجه بفرم بچه ها، کوتاه. حالا مروت فعول و این در واقع ستا رفته. میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که این ستای اول در واقع
رکن اول دوباره ستا اگه توجه بکنید بچه ها دقت کنید، این بازم عین اون تکرار شده. ببینید رکن دوم عین اون بازم اینجا ببینید تکرار شده، این میشه رکن سوم. ولی در رکن چهارم که طبیعیه یه رکن افتاده، بیان میگیم چیکار کنیم؟ میگیم رکن چهارم. واقع میشه فعول. یکی از جاهای پایان این در واقع بیت افتاده. پس توجه کنید بچه ها، ما تنها کاری که در ابتدای کار باید بکنیم درست خوندن شعره. این اگه ما بتونیم یه تمهیدی و تمرینی رو برای درست خوندنش، من احساس میکنم که بعضی از دانش آموزان ما درست خوندن شعر مشکل دارن. مگه میشه ما فارسی زبان باشیم 10 سال درس خونده باشیم؟ 10 سال خیلیه ما نتونیم شعر فارسی رو سلیس، روان و زیبا بخونیم، با لحنش بخونیم، با ریتمش بخونیم. این واقعا جای تأسفه که ما این مشکلی رو، اگر انشالله که نداریم، ولی اگر واقعا این مشکل رو دانش آموزان ما دارن، در سایه تمرین و اینکه هر روز ما بتونیم این مشکل خودمون رو با خوندن شعرهای مختلف از این همه شاعران طراز اول جهان رو ما داریم، بتونیم مشکلمون رو حل بکنیم انشالله. و الا اگر نتونید آقایون شعر مورد سوال رو درست نخونید، نمیتونید جواب بدید. این هر چقدر عروض بلد باشید، نشانه های هجای کوتاه، بلند و کشیده رو به زیبایی انجام بدید، من فکر میکنم نمیتونید به اون اهدافتون در تختی هجایی برسید. تختی زمانی ممکن است که ما شعر، الان درست شروع درس که توجه کرده باشید گفته بود که ملاک تشخیص وضع درست خوندنه. درست نتونیم بخونیم، متاسفانه کاری از پیش نخواهیم. بچه در سوال 3، من سوال 3 رو تمرین انجام میدم، دقت بفرمایید چجوری سوال 3 رو براتون مشخص میکنم به زیبایی. و خب کلمه به کلمه میرم جلو و خدمتتون اینا رو توضیح. شماره 3، خب گفته رهایی، رهایی. ببین اولین کلمه، ببینید ره خط عمود یادتون نره، رهایی. خب نشانه های هجایشو میذاریم، ر ر ا کوتا، ها آ بلند، ستا واج داره بلند، ای ای با در واقع یه صامت با مصوت بلند، رهایی میشه فعولون، رهایی فعولون، رهایی فعولون میشه فعولون. واژه بعدی لانه، لا نه. ببینید خط عروض رو ببینید، لا خط عمودی، نه گوشم اینو میشنوه، نه لا میشه بلند، نه میشه کوتاه. ببینید به همین زیبایی لا نه. ف ف یا مثلا مف او، یعنی بودن کوتا، لانه لانه. خب اون یکی میشه چی؟ خیشتن شناسه. طولانی شد، من این رو خط بزنم. خب خیش، اولا گوشه چی میشنوه؟ خیش، خیش
اینجوری میشه ببینید خی ش خیش تن ش نا سی خیش که میشه کشیده تن بلند ش کوتاه نا بلند سی بلند ببینه خیشتن شناسی خیش میشه هجای کشیده تن ش نا سی اون یکی محبت محبت محب محب تشدید داره دوبار محبت میشه مو ختم بودی حب بت ا او یادتون نره ها نظر نمره نمیدین این ا او رو بذارید ببینید مو حب بت مو کوتا حب بلند بد بلند محب بد اون یکی دل نوازان دل نوازان ببینید دل نوازان نون ساکن ماقب مصوت بلند تکرار میکنم نون ساکن ماقبش مصوت بلند حس میشه حالا خط عروضی دل دل یه بار دست دل سه تا واژه داره بلند نه یه صامت یه مصوت کوتاه وا بلند زا بلند به همین طرف ببینید دلنوازان فاعلاتون دلنوازان فاعلاتون خب اون یکی نی کو نی کو دوبار ببینید نی ختم بودی کو نی کو نی بلند کو کنه میگه که کو بلند میبینی بچه ها اینا رو هم مابقیش انشالله خودتون حل کنید من تو کلاس آنلاین از شما خواهم پرسید این از این بعد اومده بچه ها در سوال چهار حذف همزه نمونه داده برای ما حذف همزه ها رو ببینید بچه ها خیلی قشنگه یه بار با حذف همزه و بار دیگر بدون حذف همزه مثلا ببینید سرامت با حذف هم با بدون حذف همزه میشه میشه سر آ م ببینید سر آ م ببینید سر آ م سه تا بلند ببینید سه تا بلند حالا میخوام حذف همزه رو یعنی وقتی میخونیم حذف همزه ادا کنیم میگیم سرا سرام اینجوری میشه ببینید میشه سرا م ببینید اینجا بلند چه اتفاق افتاد سرام این بدون حذف همزه این با حذف همزه ببینید یا مثلا دلنگیز رو ببینید بدون حذف همزه دل انگیز ببینید دل انگیز خط عروضی دل بلند ان بلند گیز کشیده درسته حالا با حذف همزه میگیم دلن دلنگیز دلن نمیگیم دل انگیز میگیم دلنگیز
از دلنگ اینجوری میشه. ببینه میشه د خط عمودی د کوتاه. ببینه چه اتفاق افتاد. د لن بلند گیز کشیده، یعنی اتفاقی که میفته قشنگ میتونید در نشانه های هجایی با حذف همزه و بدون حذف همزه در واقع در این به کار ما در خط تعروضی میاد. این نه، شاید مثلا به خاطر وزن شعر، ولی بسامت این و این حذف همزه ها که در خط تعروضی خیلی جایگاه مهمی دارن رو برای ما کتاب نمونه هاش آورده و ما داریم براتون نمایش میدیم اینا رو. یا مثلا در مثال بعدی ببینید، جنگاور، جنگ آور. ببینید بدون حذف همزه، ببینید میگیم جنگ میشه کشیده، جنگ جنگ کشیده، آ ور جنگاور. ببینید نشانه رو، وقتی که حذف همزه اتفاق میفته چه جوری میشه؟ میگه جنگاور، جنگا، نمیگیم جنگ آ و، این بدون حذف همزه است، ولی با همزه میگه جنگاور. ببینید میشه جنگ جنگ گا ور. ببینید چه اتفاق میفته، یعنی هجای کشیده تبدیل به هجای بلند میشه. یعنی این به کار ما میاد، جنگاوران، جنگاوران، مستفعلون، جنگاوران. خب البته اینه جنگاور. خب یا مثلا در مثال دیگه ببینید بچه ها، شباهنگ، شب، ببینید شب آ هنگ، شب آ هنگ، خط تعروضی شب آ هنگ. اوکی، البته هنگ کشیده است، درست. حالا میخوام با حذف همزه بخونیم، میشه شباهنگ، شباهنگ، به این صورت. ببینید میشه شب با هنگ، میشه شب کوتاه با بلند هنگ کشیده. تو رو خودت دقت بفرمایید چه اتفاقات و نشانه های جایی میفته با حذف همزه، این اتفاقات برای ما اینجا میاد. پس آقای خواهش همینه که اینایی که ما داریم حل میکنیم همشون به خاطر اینه که ما راحت تر بتونیم وقتی که یه بیتی رو به ما ارائه میکنن بتونیم خط تعروضی رو، نشانه های خط تعروضی رو و درست خونی رو اعمال بکنیم، و الا اگر تمرین نکنیم متاسفانه به جایی نمیرسیم تو این درس. چون سال بعد یکی از مشخصه های ترم دو در کتاب علوم فنون اینه که شما دیگه اون ریزوکاری های خط عروضی رو، ریزوکاری های تقطیع هجایی رو بلد باشید، و این مستلزم این است که ما حتما بایستی در واقع اون تمرین هایی که واجب هست و خب باید تمرین بکنیم. بچه تمرین نکنیم، همین مطلبه هایی که من الان دارم بهتون میگم، تمرین نداشته باشید، نمونه پیدا نکنید. اگر این کتاب میکرو رو تهیه کردید حتما من صفحه مورد نظر رو که الان فرصت مناسبیه من بهتون بگم، تا انشالله جلسه بعد اینا رو برای من انجام بدید. خب بچه ها صفحه 72، صفحه 72، 73
از اون چند تا؟ بله، 72 تا 75 رو در واقع تمرین بکنید. تکرار میکنم، صفحه 72، 3، 4 و 5 که مربوط است به درس امروز ما، درس هشتم. حتما خواهشم اینه که این صفحات رو من همینجور دارم نشونتون میدم که این صفحات از کتاب میکرو رو تمرین بکنید تا ما بتونیم به اون اهدافمون برسیم. و این درس رو ما اومدیم در قسمت کلید سوالا هم توضیح دادیم و انشالله من امیدوارم که با این تمرین هایی که شما ها انشالله انجام میدید ما بتونیم به اون اهدافمون در درس ها یاد شده برسیم. خب بچه در سوال 7 ببینید، گفته که با توجه به علامت هجاها کدام واژه ها با حذف همزه تلفظ شدن؟ با حذف همزه، نه بدون حذف همزه. مثلا ببینید من یک شهر میکنم برای شما، مثلا باد آورده. ببینید اگه با حذف همزه باشه میشه، میشه باد آ ور ده. باد میشه کشیده، آ ور ده. آیا ببینید اینه که با این اومده یکیه؟ یعنی نشانه های هجایی با این یکیه؟ ببینید قطعا نیست. پس وقتی که ما این نشانه های هجایی رو بدون حذف همزه ها، بدون، من اینا رو بدون حذف، حالا میخوام اینو با حذف همزه بنویسم و نشانه های هجایش رو اعمال کنم ببینم که با این میخونه یا نه. ببینید میگم بادا ورده، بادا ورده میشه با دا ور ده. با دا ور ده. ببینید خط عروض رو با این مقایسه بکنید. پس اینجا این نشانه های هجایی بلند 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 کوتاه با بلند 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 کوتاه این در حذف همزه صورت گرفته. اگر حذف همزه صورت نمی گیره به این شکل در می اومد. ببینید کشیده، بلند بلند و کوتاه در می. پس باد آورده با این نشانه های هجایی با حذف همزه صورت گرفته، با حذف همزه صورت گرفته. یا در شماره بعدی توجه بفرمایید، میگه پلنگفکن، پلنگفکن می نویسیم بدون حذف همزه، پ لنگ لنگ اف کن، پلنگ افکن، پ لنگ افکن. ببینی؟ ببخش من اینو با کوتاه می نوشتم، معذرت. ببینید پ لنگ اف کن. پس اینجا ما با حذف همزه ننوشتیم، بدون حذف همزه نوشتیم. ببینید پ لنگ کشیده، ببینید کشیده، اف کن، پ لنگ کشیده اف کن. پس پلنگ اف کن با این نشانه های جایی بدون حذف همزه نوشته شده. حالا با حذف همزه چجوری ما خودمون رو انجام بدیم؟ میشه پ لن گف، پ لن گف. ببینید گف کن، بلنگف کن، کوتا بلند بلند بلند. ببینید چه اتفاقی افتاد بچه ها، بالایی رو با پایینی مقایسه بفرمایید در حذف همزه.
اینجا پلنگفکن وفایی رو به اینجا اصلا به طور کلی فهم میکنه. پس چون کتاب این بالایه رو ورده، پس نتیجه میگیریم که اینجا بدون حذف همزه است، اینجا با حذف همزه است. به همین راحتی. خب بعدی میگه دانش آموز. حالا ما خودمون بدون حذف همزه میخونیم دانشا دا دا نش آ موز دا نش آ موز کشیده است. ببینید چهار تا بلند. پس در اینجا که این نشانه های هجایی ما با نشانه های هجایی تطبیق میده یکیه، نتیجه میگیریم که کتاب بدون حذف همزه در نظر گرفته، ولی ما میخوایم با حذف همزه این رو انجام بدیم. ببین این اتفاق میفته، میشه دا ن شا موز. ببینید میشه دا ن شا موز. تغییر رو ببینید بچه ها، اینجا حذف همزه، اینجا حذف همزه انجام گرفته. ببینید اینجا چهار تا بلند، اینجا ببینید چه اتفاقی افتاده. یعنی میخوام اینا رو واقعا دیگه وقتی که خط عروضی مینویسید حواستون باشه چی میخونید، چه جوری میخونید. درست خوندن یعنی وقتی شما درست میخونید این اشتباهات مرتفع میشه، درست نتونید بخونید ما این اشتباهات رو خواهیم کرد. 100% ما در شعر با حذف همزه خواهد دانش آموز، دانش آموز، هیچ وقت نمیگیم دانش آموز. پس وقتی کتاب این تمرین ها رو برای ما ارائه میکنه منظور نظرش اینه که آقایون ما شکل نوشتاری رو با شکل خانداری در نظر بگیریم در خط عروضی. باور بفرمه شما با شکل نوشتاری واژه‌ها در شعر نمیتونید تختی هجایی بکنید، اصلا غیر ممکنه. پس تذکرن عرض میکنم که یکی از ملاک‌های مهم خط عروضی و تختی هجایی کردن اینه که ما این پارامترها رو بشناسیم و شعر رو درست بخونیم. تا زمانی که شعر رو درست نخوندید هیچ کاری نمیتونید بکنید، راحت سلیس و روان باید بخونیم شعر رو. و چگونگی خط عروضی نوشتن، تختی مثلا حرفی که مشدد دوبار نوشته میشه مصوت اعه رو باید بذاریم، نمیدونم پایان مثلا بلند محسوب میشه، اینا رو نمیدونم حذف همزه ها رو دیگه، اینا رو باید بلد باشیم امسال. اینا رو نباید بذاریم برای سال آینده، اگر بذاریم برای سال آینده متاسفانه مشکل پیدا میکنیم. ما با تمام توان اینا رو میگیم که انشالله اینا حل بشه. پس بچه ها در مثال سوم دانش آموز که ملاحظه میکنید این نشانه ها رو من بدون حذف همزه اینجا متذکر شدم، توضیح دادم و فهمیدیم که در واژه دانش آموز هیچ گونه حذف همزه صورت نگرفته، ولی در بالا من اینو حتما بنویسید خودتونم. اینجا من حذف همزه صورت گرفته. ببینید وقتی حذف همزه صورت میگیره نشانه های هجایی به همین صورت خودشو در واقع به ما نشون میده. مثال بعدی بچه ها ببینید، در مثال بعدی گلندام، گلندام، بذار من خودم با بدون حذف ببینم، میگم گل او بذارید، گل ان دام، نشانه های هجایی ستا واج داره، بلند محسوب میشه، ستا واج داره،
بلند محسوب میشه. چهار تا واج داره کشیده حساب میشه. ببینید سه تا واج داره، اینم سه تا واج داره، این چهار تا واج داره، پس کشیده حساب میشه. درسته؟ تا اینجا. حالا بذار ببینیم که کتاب چیکار کرده. ببینید سه تا که همون اتفاق افتاده. ببینید یعنی در بلندان وقتی ما این نشانه های هجایی رو با نشانه هایی که بدون حذف همزه در میاد، در واقع اینجا ما نشون میدیم که اینجا حذف همزه صورت نگرفته. ببینید اینجا حذف همزه صورت نگرفته. حالا من میخوام اینو با حذف همزه خودم انجام بدم. خودم میگم گو گو لن دا گو دوتا واج داره، لن ستا بلند دام. ببین چقدر تغییر شد. تجربه فهم بچه ها. با حذف همزه این نشانه های جای به دست میاد، بدون حذف همزه این نشانه های که با این تطبیق میکنه. ببینید به همین راحتی ما میتونیم در واقع این با حذف همزه، این بدون حذف همزه رو ما در گلندام به زیبایی شاهد هستیم که خیلی مهمه بچه ها. خیلی، یعنی اگر دانش آموزی این واژه در شعر بیاد و نتونه تشخیص بده که حذف همزه رو باید در نظر بگیره، راه ادامه مسیر رو اشتباه خواهد رفت. یعنی شک نکن که اشتباه خواهد رفت. و وقتی که مثل اولش به این صورت بیاد و به این صورت نیاد، خب بیت ها به هم ربط دارن، مثل ها به هم ربط دارن دیگه نشان ها، در اون صورته که هیچ یا اضافه میاره هجاهای مثلا مثل اول 16 تا هجا میشه، مثل های دوم 14 تا هجا میشه. خب یه همی که دو تا هجا کم آورده یا یه دونه هجا بیشتر آورده. بنابراین کتاب تأکید کرد این همه به حذف همزه که ما اینجا داریم به سمع و نظرتون میرسونیم، علت بر اهمیت موضوع هست که ما بایست اینا رو به جد تمرین بکنیم و نمونهاش رو در کتاب یا جاهای دیگه اینا رو بتونیم در واقع به دست بیاریم. خب عرضم خدمت همه عزیزانم که این نمونه ها رو انجام دادیم. اونا رو هم آدامش و پیام آور خوشندام کار آزموده، اینا رو بازم تطبیق بدید، بدید که آیا در اونها این نشانه های هجایی با حذف همزه صورت گرفته یا بدون حذف همزه صورت گرفته، که اینا رو انشالله به دقت برای ما انجام بدهه. خب که میرسیم به موازنه و ترسی در درس. بچه ها خیلی من آرزو دارم که این درس هشتم که میبینید که زیبا اینجا، این بایستی دیگه این روش رو شما یاد بگیرید دیگه. انشالله از این به بعد ما تختی رکن بندیم ستونهای قرمز رنگ نشون میده که اینا هر کدومش یه دونه رکن حساب میشه. ارکان رو اون چیزو اگر لطف بکنی ممنون میشم. یک لحظه اجازه بدید.